بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الاولین والآخرین. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. اليوم یأس الذین کفروا من دینکم فلا تخشوهم وخشونه. یکی از سواری که بیش از همه سوره ها چه بسا به مسئله قدیر خم مربوطه سوره مائده است و این سوره هم به قول بعضی آخرین سوره است که نازل شده و به قول بعضی تقریبا آخر، خلاصه در ماه های آخر نازل. قدر متیقن این است که در اون دو ماه اخیر عمر رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم نازل شد، یعنی از ماه حج تا 28 صفر در این مدت نازل شد، نه از اون، یعنی حتی سال آخر اولش و وسطاش نبود. اما از نظر ارتباطش به القدیر، به حدیث قدیر، مطالب زیاده، چون غرض فقط یک اشاره مختصر به یک گوشه ای از این آیات مربوط به قدیر هست. من اختیار کردم کلمه الیوم را که دوبار تکرار شده و روش تکیه شده. هفت قسمی که در اینجا ذکر شده در این آیه، آیا اینها میته هست یا نیست؟ به اجماع مسلمین میته است. خب وقتی میته بود چی میشه؟ یعنی اون آیاتی که در سوره بقره گفته حرمت علیکم المیته، حکم همه این هفته را بیان کرده. اینجا حالا خدا خواسته که به عنوان مکر الله اینا را مشغول کنه به این، تا اینکه این جمله الیوم یأس را حذف نکنند و خودشون دلشون خوش کنند به این. و الا وقتی که میته بود، خب حکم میته را کلیاً در سوره انعام در مکه نازل کرده، دوباره در سوره بقره در مدینه نازل کرده 8 سال قبل. و اینا هم تفاصیلشه. یک حکمی که کلیش را بیان کرده و یه مقدار تفصیلاتش رو در یه آیه نازل کنه، اینجا نمیگن که این حکم الیوم نازل شد. این یعنی باز کذب لازم میاد، چون میگیم که آقا ای نعوذ بالله ای رسول الله، آیا منخنقه و موقوزه و متردیه و فلان و فلان میته هست یا نه؟ میگه میته هست. میگم بچه را میگه که الیوم، پس اینا که میته شد، خب میته را سال دوم فرمودی، در مکه هم فرمودی، حالا اینا اقسامش داره اینجا میگه دیگه. اینجا هیچ وقت بازم دروغ لازم میاد نعوذ بالله خدای بزرگ دروغ چیز کنه. یعنی حکم میته را که قبلا با یه بیانی حرمتش بیان کرده، حالا با یه بیان تفصیلی که بیان میکنه بگید که نه امروز من نازل کردم. در اینو امروز بیان نکرده، خیلی قبلا نازل کرده، اون تا حالا اقسامش میگه. بنابراین این جمله، این اشکالی که بعضیاشون میکنن که بله درسته میته را چیز کرده بود ولی این تفاصیل چیز نکرده بود، این از نسبت دروغ به خدا و نسبت دروغ به قرآن که کفر مطلقه، این انسان را خارج نمی کنه. کسی که می خواهد این الیوم ها را بزند به این منخنقه و موقوزه و اینا، این در واقع دروغ میگه، دروغ به خدا نسبت میده. و وقتی دروغ نسبت داد کافره. هر کس بخواهد این آیه را و همینطور آیه که در آخر چیز هست، آخر سوره، داخل همین سوره مائده هست که می فرماید که ای ایها الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، اون را هم چیز میکنه، کفر لازم میاد هر کسی بگه که این جوریه. اینجا یک دلیل دیگری هم هست و اون قطع نظر از کلمه الیوم قرائن دیگری هست که نمیتونیم ما مراد از یأس و فلان اینا را بزنیم به مسئله حرمت میته و فلان و این حرفا. چرا؟ عبارت این است که قرآن صریحاً چی میفرماید؟ میفرماید که الیوم یأس الذین کفروا من دینکم،
یعنی تا به حال به خاطر بیان نکردن این حکم دین در معرض خطر بود، در معرض غلبه کفار بر مسلمین بود. بعد می فرماید که لا تخشوهم وخشونه، از اونا نترسید، از من بترسید. یعنی این حکمی است که برای پیغمبر خطر اجتماعی داره، ایجاد خطر میکنه. خب چطور میشود که پیغمبر با اینکه میخواد بگه یعنی قصاب ها جمع میشن بر علیه پیغمبر کودتا میکنن، یا چون معنی نداره، یه حکم فقهی پیش پا افتاده و از اون احکام متأخر که در اواخر کتاب فقه بحث میکنن، در بحث سید و زباها بحث میکنن، بیان کردن این خطر جانی و وجهی برای پیغمبر داشته باشه، خطر آبرویی برای او داشته باشه، به طوری که پیغمبر اکرم ترس داشته باشد، ترس از این اکثریت مردم. یک بار در این آیه بفرمایید لا تخشوا الناس وخشونه، و باز دوباره در بعد از 20 آیه در اون یا ایها الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک و ان لم تفعل فما بلغت رسالتک والله یعصمک من الناس. قضیه قضیه است که پیغمبر جرأت نمی کرد اقدام کند به اعلان این حکم. این اندازه این مسئله از نظر اجتماعی اهمیت داشت، و از نظر اجتماعی بیان حکم حرمت میته و دم و این حرفا چه مسئله، چه حساسیت اجتماعی داشت که پیغمبر چیز که باشه تا کار به جایی رسد که خدا تهدیدش کنه. و این تهدید نه برای اینه که پیغمبر در معرض مخالفت بود، نه، برای اینکه این تهدید بماند و شیعیان با این استدلال کنند که موضوعی که در این کلمه دوبار میگه الیوم الیوم، موضوع میته و دم و اینا نیست، بلکه موضوعی است که بزرگترین حساسیت اجتماعی را داره و این را ما بایست از کتابهای کلامی به دست بیاریم. وقتی ملاحظه میکنیم کتاب ملل و نهر شهرستانی و ملل و نهر ابوالحسن اشعری امام اشعریه و بقیه علما همه میگن هیچ موضوعی در اسلام به اهمیت مسئله خلافت و امامت نیست، و هیچ موضوعی برای او خون ریخته نشده است به اندازه‌ای که درباره خلافت و امارت ریخته شده، و این بهترین دلیل است بر اینکه موضوعی که در این کلمه میفرماید الیوم الیوم چند بار، یعنی روزی است که مسئله خلافت و ولایت مطرح شده. همین است که تمام طایفه ها میگفتن باید مال ما باشه و مال شما باشد و عمر باشه و ابوبکر باشه و علی باشه، کی باشه. این حساسیت ها همه فقط یه مسئله بود که تمام صحابه راجع به اون حساسیت داشتن، و نسبت به اینکه این بده به امیرالمومنین برسد دیگه اجماع داشتن که به اون نرسد. حتی از خود بنی هاشم طبق بعضی مدارک بعضی مخالفین شاز داشتن. بنابراین این یکی از قرائن، یکی از بحثای کوچیک به اصطلاح این آیات که من کلمه الیوم، تکیه به کلمه الیوم و تکیه به کلمه خشیت و ترس. بقیه بحث ها را علمای اعلام مرحوم آیت الله امینی و دیگران بحث کردند و فعلا اکتفا میکنم. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین.